دوستان گرامی و بینندگان محترم برنامه ساعت مطالعه، سلام. سال روز ازدواج آسمانی آقا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما محبین آن حضرات و به ویژه تازه دامادها و تازه عروسها تبریک عرض می کنم. ششمین روز از آخرین ماه سال قمری سال روز پیوندی آسمانی است که دیگر هیچگاه مانند آن در تاریخ تکرار نخواهد شد. علی علیه السلام پیشوای پارسایان با فاطمه سلام الله علیها برترین بانوی جهان پیمان عشق بست و خدا والاترین فرستاده خیش را بر این پیمان گواه گرفت. امروز روزی مبارک برای همه نوگامانی است که دل به زندگی فاطمی دادند تا شادی خود را با خاطره همیشه روشن آن روز مبارک پیوند زنند. اما سوال جریان این ازدواج چه بود و شهود آن چه کسانی بودند؟ کتاب دانشنامه سخنان امام حسین علیه السلام شما را در این باره راهنمایی می کند. رسول خدا در خانه ام سلمه بود که فرشته ای با 20 سر بر او فرود آمد که هر سر 1000 زبان داشت و با هر زبان به لغتی جداگانه خدا را تسبیح و تقدیس می کرد. کف دست او از گستره 7 آسمان و زمین پهناورتر بود. پیامبر پنداشت که جبرئیل است. پرسید: جبرئیل، تا کنون با این شکل بر من فرود نیامده بودی؟ آن فرشته عرضه داشت: من جبرئیل نیستم، من سرسائیل هستم. خداوند مرا به سوی شما فرستاد تا پیام دهم نور را به نور تزویج نمایی. پیامبر فرمودند: چه کسی را به چه کسی؟ عرضه داشت: دخترت فاطمه سلام الله علیها را به علی ابن ابی طالب علیه السلام. پیامبر در حضور جبرئیل و میکائیل و سرسائیل فاطمه را به علی علیه السلام تزویج فرمود. پیامبر دید که میان دو شانه سرسائیل نوشته شده: معبود به حق جز خدا نیست، محمد رسول خداست و علی ابن ابی طالب به پا دارنده حجت خداوندی. پیامبر پرسید: سرسائیل، از چه زمانی این کلمات میان دو شانه ات نوشته شده؟ عرضه داشت: 12000 سال پیش از آن که خدا دنیا را بیافریند.